کتاب المنیر فی نبأ النبی من الغدیر، کتابی است که در طول بیش از 20 سال توفیق داشتم که درباره روایات غدیر و آنچه که درباره واقعه مهم غدیر خم گزارش داریم از فرق اسلامی جمع‌آوری شود و در اختیار اهل تحقیق و فن قرار بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در طول تاریخ امامیه، علماء بزرگ امامیه نسبت به مباحث امامت از دو منظر ورود کردند. یک منظر مباحث معرفتی درون دینی است، به این معنا که امامت رو از لحاظ معرفت دینی و مقام امامت مطرح کردن که این منحصراً در بیانات اهل البیت علیهم السلام و روایات اونهاست. منظر دیگر در مقام احتجاج با مخالفین است تو مباحث امامت که عمده ادله و استدلال ها بر اساس منابع و احادیث مخالفین است که ما این رو به عنوان مباحث امامت اثباتی در مقابل مباحث امامت تثبیتی مطرح می کنیم که در مقام اثبات ادله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام هستند که این منحصرا از منابع و مصادر مخالفین اخذ می شود. اما روش سومی هم وجود دارد که ظاهرا تا به حال بر اساس این روش مباحث امامت پیگیری نشده است و اون روش جمع بین تمام مصادر فرق اسلامی است. یعنی ما در یک موضوع مثلا غدیر ببینیم که کل روایات و مصادر فرق و طوائف گوناگون اسلامی چه میگویند و چه مطالبی رو عرضه میکنند که من اصطلاحاً این رو به عنوان امامت امتی مطرح میکنم. یعنی اینکه کل امت در یک موضوع چه میگویند، یعنی روایات امامیه، روایات اهل سنت، روایات زیدیه، روایات اسماعیلیه، حتی اقوال و مصادر علویه، نصیریه ها که غلات هستند و یا حتی عبازیه که به نوعی خوارج حساب میشن. در این مجموعه ای که درباره غدیر انجام دادم بر اساس این روش سوم مباحث پیگیری شده است. یعنی در هر موضوعی، در هر حدیثی، در هر عنوانی ما ناظر روایاتمون و جمعمون ناظر به کل مصادر اسلامی است که کل مصادر اسلامی در این موضوع چه گزارش هایی دارند، چه روایت هایی دارند و این بهترین وسیله است برای کسانی که دنبال وحدت امت اسلامی هستند، برای تقریب بین امت اسلامی هستند که همه امت اسلامی در این موضوع اتفاق نظر دارن، روایاتشون و مطالبشون. این کار غدیری که انجام دادم به اسم المنیر فی نبأ النبی من الغدیر در 20 جلد مهیا شده که حدود بیش از 20 سال وقت گرفت و صرف این کار شد و کار فردی هم هست که تمام کارها رو از ابتدا تا انتها فردی انجام دادن. تقسیم میشه به قسم آیات و قسم روایات. ما درباره آیاتی که در واقعه غدیر خم نازل شده است 20 آیه داریم که
که سه آیه اون رو اهل سنت به طرق متکثره ای روایت کردن که امامی هم روایت داره، حدود 17 آیه است که درباره قدیر یا تعریف است یا تنزیل است یا تفسیر است که در روایت اهل البیت علیهم السلام ذکر شده است. دو جلد این مجموعه درباره آیات قدیر است، یعنی روایاتی که در اون آیات قدیر بیان شده است، از ابتدای مصحف شریف الیوم اکملت لکم بلغ ما انزل تا سأل سائل و آیات دیگر. دو جلد بعدی این مجموعه روایات اهل البیت علیهم السلام است، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها تا حضرت ولیعصر به ترتیب، که تکثر و کثرت روایات امیرالمؤمنین به قدری است که بیش از 1.5 جلد مربوط فقط به روایات امیرالمؤمنین علیه السلام در حالت های مختلف اون هست، مناشده های رهبه هست، سلام رهبه هست، خطب حضرت هست، اشعار حضرت هست و روایت مفسر دیگر و روایت هست صدیق تا تک تک اهل البیت تا حضرت ولی عصر سلام الله علیه و عجل الله فرجه، که دعای عبارت دعای شریف ندبه ناظر به این بخش نقل حضرت ولی عصر علیه السلام است و عجل الله فرجه الشریف. چهار جلد بعد این موضوع روایت صحابه است به ترتیب حروف الفا، حدود 150 صحابه هستند که اینها یا نص صریح و روایتی درباره قدیر از اینها داریم، یا نقل شده که اینها راوی قدیر هستند، یا در مناشدهایی که حضرت در مسجد کوفه داشتن اینها بلند شدن و حضرت رو تأیید کردن به اینکه بله ما در قدیر بودیم و این اتفاق رو شاهد بودیم و دیدیم و گفتار پیامبر اکرم رو درباره شما من کنتم مولا و دیگر سخنان پیامبر شنیدیم، که این چهار جلد روایات صحابه است که 150 صحابه هستند در این قسمت. جلد بعدی این موضوع درباره اقوال علمای تمام فرق اسلامی است که عرض کردم درباره صحت قدیر و تواتر قدیر، که اقوال بسیار زیادی است که علمای تمام مذاهب اسلامی، حالا امامیه که دیگه مشخصه، زیدیه مشخصه، اسماعیلیه مشخصن به عنوان طوائف شیعی، سنی ها و حتی مخالفین هم به وفور علمایشون و بزرگانشون تصریح به تصحیح حدیث و تواتر حدیث من کنت مولا دارن. و برای اولین بار هم در اون جلد یک کاری شده به عنوان طبقات روات حدیث قدیر در سنوات بالا، یعنی تا قرن چهارم برای هر طبقه 10 ساله که حالا تفسیرش در جای خودش باید بیان بشه، برای هر طبقه 10 ساله تواتر ثابت شده، که این بسیار بسیار مهم است. جلد بعدی ما درباره مدلول حدیث شریف قدیر هست، یعنی اینکه استدلال‌های کلامی که علما برای اثبات امامت امیرالمؤمنین علیه السلام از حدیث قدیر آوردند اونجا ذکر شده، البته تا همون قرن‌های ششم هفتم که دیگه اوج اینهاست و بعد هر چه مطلبی بوده ارجاع داده شده به اینکه مثلا افراد مختلفی با ذکر سنه فوت و سال وفاتشون نسبت به مدلول حدیث قدیر و آنچه که حدیث قدیر اثبات می‌کند از امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بیان مطلب دارند، که اینم عرض کردم باز از فرق مختلف داره، امامیه داره، زیدیه داره، اسماعیلیه داره و اهل سنت داره. یک قسمت دیگه این جلد درباره اقوال مختلفه است که علما در طول تاریخ درباره قدیر ذکر کردن، اقوالی که تحت موضوع خاصی قرار نمیگیره. مثلا ابن جوزی در کتاب تفسیرش در ابتدای خطبه کتاب اونجا الحمدلله اینا میگه و بعد صلوات بر پیامبر میفرسته و بعد اشاره به امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه و اشاره به قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه. اینو به عنوان یک کلام از
علما ذکر میشه که اینم باز به ترتیب سال فوت این علما از قدیمی ترین نسل تا متأخرین ذکر میشه. درباره مکان قدیر هست، درباره مسجد قدیر هست، درباره روز قدیر هست، درباره آداب قدیر هست، درباره آداب روز قدیر هست، صومش، عیدش، تمام اینها شاید حدود 20 عنوان هست که مرتبط به قدیر خم هست که اونجا مطالب ذکر شده. یه جلد دیگر این کتاب که این هم برای اولین بار عرضه شده، ردیست برای و بر کتاب ابوبکر ابن زنجوی البخاری. این در سال 359 قرن چهارم فوتشه، ایرانی بوده و در دمشق ساکن شده و متاسفانه از متعصبین و حالا به سبکی شاید از تندروهای اهل سنت هست، کتابی نوشته که اخیراً چاپ شده به اسم الروز العنیق فی اثبات امامت ابوبکر صدیق، که این قبل از اینکه اثبات امامت ابوبکر باشد رد ادله امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. حدود 20 صفحه این کتاب در رد حدیث من کنت مولا است که این قدیمی ترین نص مکتوبی است که ما بر رد حدیث قدیر داریم، نص مکتوبی که الان موجود است. اون عباطیلی که کان علی غائبا بالیمن که ادعا میکنن که امیرالمومنین اصلا در حجۃ الوداع با پیامبر اکرم نبوده و در یمن بوده، مصدرش اینجاست که بعدی ها هم نقل کردن. من یه جلد بر رد و نقد این 20 صفحه ابوبکر بخاری انجام دادم که مباحث بسیار ارزشمندی است و میشه ادعا کرد که بعضی از اونها هم شاید تا به حال مطرح نشده و اساساً خود این کتاب باید یک بازرسی دوباره‌ای بشه. و این استاد معنوی ابن تیمیه است در منهاج السنه، که من بعضی از موارد رو در منهاج دیدم که ابن تیمیه میگه که ابن زنجوی فی کتاب فضل ابوبکر، اشاره به اینه که منابعشو از این، بعضی از منابعشو از این گرفته. و اساساً اگر کسی ابن تیمیه رو بشناسه، ابن زنجوی بخاری، ابوبکر بخاری رو هم میشناسه، یعنی دقیقاً همون منهجه. هاذا حدیث کذبون به اجماع اهل علم بالحدیث، هاذا حدیث موضوعون، همین ادعاهای باطلی که ابن تیمیه درباره احادیث فضائل اهل البیت و امیرالمؤمنین علیه السلام داره، دقیقاً ابن زنجوی هم به همین سبک انجام داده. حدیث ثقلین رو تکذیب کرده، احادیث خیلی از احادیث فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تکذیب کرده به همون سبکی که ابن تیمیه کار، یعنی ابن تیمیه روشش رو از ابوبکر بخاری اخذ کرده. من در یک جلد در این مجموعه 20 صفحه رد حدیث قدیر ابوبکر بخاری رو نقد کردم و موارد رو ذکر کردم اونجا. موضوع بعدی التعریف به روات القدیر. بیش از 3000 راوی و ناقل و مؤلف قدیر داریم که روایت قدیر رو روایت کردن، که من برای اینها ترجمه نوشتم در حدود 8 جلد که خیلی زمانبر بود از لحاظ فن جرح و تعدیلی، ولی منافع بسیار زیادی داره که حالا روش اون و کیفیت اون هم باید در جای خودش بحث بشه. که این موضوعاتی که عرض کردم 19 جلد کتاب رو تشکیل میده و جلد 20 هم مصادری است که من استفاده کردم. حدود 2000 عنوان مصدر هست که از کتاب‌های چاپی، چاپ‌های مختلفش و از نسخ خطی، که اون هم حجم قابل توجهی از اونها، مخصوصا نسخ خطی که استفاده شده از ظاهریه دمشق و جاهای دیگه، اون هم تقریبا برای اولین بار خیلی از اینها در دسترس قرار میگیره و جهت استفاده اهل تحقیق در خدمتشون و در اختیارشون قرار میگیره. این خلاصه ای است از
توصیف این 20 جلد مجموعه‌ای که انجام شده در بیش از 20 سال که انشاءالله مقبول حضرت ولیعصر سلام الله علیه قرار بگیره و همچنانه ای که پیامبر اکرم در غدیر خم ولایت امیرالمؤمنین رو تثبیت کردند و اعلان عمومی کردن، این ولایت همچنان ادامه داره با همون سعه و با همون گستردگی. و الان ما در زمان امام صاحب ولایت حی هستیم و انشاءالله که بتوانیم رضایت حضرت ولیعصر رو جلب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.